شش ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه در ایران، دادخواهی خانواده قربانیان به کجا رسیده؟ آیا حکومت به جای پاسخگویی می‌خواهد آنها را ساکت کند؟ دستبرد ویروس همه‌گیر به جان و جیب مردم، کرونا نابرابری‌ها را چقدر تشدید کرده؟ و نگاهی به گنجینه هنر ایران در موزه هنرهای خاوری مسکو. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته آخر آبان ماه گذشته در ایران با اعتراضی گسترده و سرکوبی خونین در خاطره ها مانده. جهش قیمت بنزین به خشمی عمومی دامن زد و تبدیل به چالشی بزرگ برای حکومت ایران شد. منابع رسمی از اعلام تعداد کشته شدگان شانه خالی کردند، ولی منابع بین المللی شمار کشته های اعتراضات آبان را از حدود 300 نفر تا 1500 نفر نوشتند. آماری که در تاریخ معاصر ایران در یک موج اعتراض علیه حکومت سابقه نداشته. دادخواهی بستگان و بازماندگان کسانی که در این اعتراض‌ها کشته شدن به کجا کشیده؟ آیا کسی از عاملان این سرکوب خونین به عدالت سپرده شده؟ و در نهایت حکومت به خواسته های این اعتراض‌ها چقدر پاسخ داده؟ جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. شش ماه از اعتراض‌های سراسری در ایران که به اعتراض‌های آبان معروف شد می‌گذرد. اعتراض‌هایی که به سرعت و با خشونت زیاد سرکوب شد. مردم با تیر زدن. بنابر گزارش‌ها صدها نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل با شلیک مستقیم گلوله به اعضای حیاتی معترضان، سر، قلب و گردن. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع در وزارت کشور ایران گفت در مجموع حدود 1500 نفر در این نارامی‌ها کشته شدند. 18 نفر آنها کودک و نوجوان بودند، از 12 تا 18 ساله. از جمله این نوجوان 13 ساله که در اسلام شهر با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. حکومت ایران هرگز آمار دقیق کشته شده‌ها را اعلام نکرد. از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستن، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه. خدا رحمت کنه. این تصاویری است از دیدار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از خانواده بعضی از کشته شده های اعتراض های آبان ماه. آقای شمخانی در این دیدارها گفت بعضی از عناصر به گفته او بیگانه و موج سوار از اعتراض به حق مردم سوء استفاده کردند و پروژه کشته سازی را انداختند. متاسفانه مشکلاتی هم درست شد. آیت الله خامنه ای در 13 آذر 98 در پاسخ به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی دستور داد شهروندانی که به گفته او نقشی در اعتراض ها نداشتند در حکم شهید محسوب شوند. سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن در گزارشی با نام مضحکه عدالت که به همین مناسبت در ششمین ماه کشته شدن معترضان منتشر کرده، میگوید حکومت ایران بعضی از خانواده ها را تهدید کرده و آنها را ترسانده تا از شکایت صرف نظر کنند و اقدام هایی کرده که خانواده ها را با روایت رسمی درباره جان باختن عزیزانشان همسو کند، از جمله امضا کردن تعهدنامه یا وعده دریافت دیه برای صرف نظر از حقشان برای شکایت. یکی از نزدیکان سعید رضایی که در کرمانشاه کشته شد از نحوه ساکت کردن خانواده او توسط نیروهای امنیتی میگوید. سعید 25 آبان به دیدن داعش میرفت که با شلیک 3 گلوله به پشت سرش کشته شد. وقتی برننش بیمارستان او را عمل نکردند. بعد از 40 دقیقه فوت کرد. بعد از 6 روز جنازه سعید را به خانواده تحویل دادند. ماموران لباس شخصی در زمان خاکسپاری حاضر بودند. خانواده سعید رو با پول خون فرزندشون ساکت کردن. اون رو به قتل رسوندن اما به او لقب شهید دادن تا خانواده سکوت کنه. ولی آیا سعید با پول برمیگرده؟ جوونیش که زیر خاک رفت جبران میشه؟ عبدالرضا داستانخواه پدر محمد، نوجوان 15 ساله‌ای که 25 آبان 98 در شیراز کشته شد، به بی بی سی فارسی میگوید بعد از گذشت 6 ماه از کشته شدن پسرش هیچ مقام مسئولی پاسخگوی دادخواهی خانواده او نیست. شکایت تو دادسرای نظام از نیروهای امنیتی نوشته بودیم همون روز اول که جنازه رو تحویل گرفتیم. اونم
چندین بار که مراجعه کردیم پرونده همینجور در حال بررسی است. تا چند روز پیش که خانمم رفته بود گفتن که بله، ما فقط گناهکار یا بیگناهی اینا رو ثابت میکنیم و کسانی که گناهکار نباشن فقط یه دیه بهشون تعلق میگیره. چیزی از این که به عنوان شهید اعلام کنن برای اشخاص عادی نیست. شهیدم که اعلام کنن چه سودی دیگه برای پدر مادرش مثلا داره؟ اصل محمد بوده که ما از دست دادیم علیکی و میخواستیم ببینیم به چه دلیل مثلا این اتفاق باید برای محمد یا امثال محمد افتاده. کسی جوابگو نیست، فقط میگن شما میتونید اگر بیگناهیشون ثابت بشه یه دیه ای بهتون تعلق میگیره. که مادرش هم در مورد گفته من نیومدم اینجا شکایت کنم برای دیه، من اومدم ببینم چرا چنین اتفاقی برای محمد یا امثال محمد باید بیفته. واقعا کسی نیست که بخواد جواب این پدر و مادرها رو بده. محمد داستانخواه 25 آبان 98 در حالی که مدرسه‌اش به خاطر اعتراض‌های سراسری زودتر از معمول تعطیل شد، در راه خانه با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. تمام معلم ها مدیر میدونستن که اون روز صدرا خیابونا شلوغ و واقعا نباید بچه ها را همینجور مثل روزای عادی تعطیل کنند برید خونه. لاقل یه اطلاعی به والدین میدادن که والدین برن دنبال بچه هاشون که چنین اتفاقی برای محمد مثلا نیفته. شکایتی از معلم ها کردم تو دادسرای فرنشهر که حکمی هم صادر شده، نوشته شده که به خاطری که توسط نیروهای امنیتی زده شده هیچ گونه چیزی بسابن متوجه معلمین و بیای مدرسه نمیشه. یکی از اعضای خانواده یکی از کشته شده های اعتراض های آبان هم که خواست نامش برده نشود به بی بی سی فارسی گفته خانواده‌اش تحت فشار شدید هستند. به گفته او خانواده‌اش برای دادخواهی به مراجع قضایی رفتند، اما مقام ها وقتی شناسنامه او را دیدند به این بهانه که تاکنون رأی نداده فرد کشته شده را مخالف نظام نامیده و خانواده‌اش را تهدید کردند. حکومت ایران میگوید تعداد کسانی که در اعتراض های آبان کشته شدند بسیار کم است. با این حال در این 6 ماه هر بار از اعلام دقیق تعداد کشته ها تفره رفته. در این مدت به دادخواهی خانواده ها هم پاسخی داده نشده. دادخواهی که خواسته خیلی از فعالان اجتماعی و مردم هم هست. خواسته که به نظر نمی رسد حکومت ایران فعلا قصد برآورده کردن آن را داشته باشد. آقای نیروی انتظامی، شما مگه با مردم نیستی؟ فرین عاصمی، بی بی سی. سازمان جنگل‌های ایران اعلام کرده که طرح مالچ باشی در 53 هزار هکتار از اراضی این کشور برای بازنگری متوقف می‌شود. فعالان محیط زیست و محیطبانان نگران گیاهان و جانوران کمیابی هستند که در مناطق مالچ باشی شده جانشان در خطر است. با اینکه بعضی از کارشناسان مالچ باشی را شیوهی منسوخ می‌دانند، از مالچ نفتی در بعضی از مناطق ایران برای کاهش گرد و غبار و بیابان‌زدایی استفاده شده. جزئیات بیشتر از شمس. مالچ پاشی، راه حلی نچندان سیاه و سفید برای مبارزه با گرد و غبار. ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار از فواید مسلم آن میگوید. منطقه بیت کوثر هم خدمتتون بگم که یعنی تپه ماسه‌ای متحرک هست و جالب اینه که به دلیل بارش‌های خوبی که امسال هم داشتیم اون اطرافش که سنوات گذشته عملیات مالچ پاشی و نهال کاری شده بسیار سرسبزه و این جایی که کار نشده کاملا ماسه متحرک بدون پوشش گیاهی. اما در مقابل صدای مخالفان هم بلند است. مسئله سر اینه که مالچ در واقع یک ماده به شدت سمی دارای چسبندگی است، ماده نفتی است. وقتی که روی گیاه زنده پامیش پاشیده میشه باعث مرگ گیاه میشه، حالا چه مرگ گیاه چه مرگ جانور هیچ فرقی نمی کنه. در نیم قرن گذشته مالچ نفتی برای تثبیت تپه‌های ماسه‌ای و به عنوان راه حلی برای بیابان‌زدایی در ایران استفاده شده. بعضی از موافقان روش مالچ پاشی با در دست داشتن دلایلی مثل جنگل گنبوعه و بوئین زهرا که حدود 50 سال پیش با مالچ پاشی در بیابان شکل گرفت، این روش را کارآمد می‌دانند. روشی که با آبیاری و کاشت نهال پس از مالچ پاشی همراه بود، شیوهی که در حال حاضر هم در بعضی نقاط اجرا می شود. مالچ پاشی در دشت آزادگان خوزستان به عنوان راهی برای مبارزه با گرد و غبار در هفته های گذشته سر و صدای منتقدان و محیطبانان را بالا برد، تا جایی که با دستور دادستان خوزستان موقتا متوقف شد.
بعضی از کارشناسان تپه‌های شنی را منشأ گرد و غبار نمی‌دانند و مالچ پاشی آنها را اشتباه می‌دانند. دشت آزادگان، فکه و بیت کوثر در استان خوزستان از این دستند. اما وقتی به ماسه‌زارها و تپه‌های ماسه‌ای می‌رسیم که عامل ایجاد بخشی از گرد و غبار هستند، هم استفاده از مالچ باید آخرین راهکار باشه. قبل از اون مسئله همچنان مسئله تثبیت و پیشگیری هست. با قروق منطقه، با ایجاد تلاش برای ایجاد پوشش گیاهی میتونیم از استفاده از مالچ پرهیز بکنیم. مجلس ایران اخیراً گزارشی درباره آثار زیست محیطی ناشی از مالچ پاشی در منطقه بیت کوثر استان خوزستان منتشر کرد. در این گزارش آمده تپه‌های ماسه‌ای منطقه بیت کوثر جزو کانون ریزگردهای این استان نیست. جلگه خوزستان به دلیل اکوسیستم شنی منحصر به فردی که دارد، محل زندگی گونه‌های گیاهی و حیوانی کم نظیر و کمیابی خوانده شده که مالچ پاشی نفتی بخش قابل توجهی از زیستگاه این موجودات را تهدید می‌کند. شنهای روان و گرد و غبار از مشکلات اساسی برای مردم در مناطقی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان است. هر سال مالچ پاشی در مناطقی مثل میلک و زهک در استان سیستان برای مبارزه با گرد و غبار انجام می شود. اما سال بعد مشکل هنوز برقرار است، چرا که عملیات مالچ پاشی با کاشت گیاه همراه نمی شود. اما در مناطقی در همین استان برخی مردم محلی مالچ پاشی را راهی برای تنفس دوباره می دانند. اینجا هامون جازموریان است که پس از سالها دوباره در حال جان گرفتن است و آب در آن جاری شده. اما مالچ پاشی در این منطقه به عقیده کارشناسان اشتباه بزرگی است. آنها کاشت گیاهی و نظارت و بررسی مداوم را تنها راه برای کمک به احیای این منطقه می دانند. استفاده بی‌رویه از زمین و چرای دام‌های زیاد در مناطق تازه به عمل آمده می‌تواند آنها را دوباره خشک کند. بارندگی در کشور ما و کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و بسیاری از تالاب‌ها آبگیری شدن، رطوبت خاک افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی بهتر شده. می‌بینیم که گرد و غبار هم کمتر شده. پس یه نتیجه مهمی که میشه گرفت اینه که حفاظت از حقابه محیط زیستی میتونه به کاهش گرد و غبار در کشور کمک کنه و تامین حقابه تالاب ها میتونه کمک شگرفی بکنه به مهار گرد و غبار در کشور. دو سال پیش چند کارشناس ایرانی در خوزستان نمونه هایی از خاک مناطق مالچ پاشی شده در 40 سال گذشته و مناطق دست نخورده در خوزستان را آزمایش کردند که نشان داد مالچ پاشی باعث احیای پوشش گیاهی در تپه های ماسه‌ای شده است. طبق این گزارش انتشار برخی فلزات و رسوبات ناشی از مالچ پاشی در محیط زیست نگران کننده خوانده شده و گفتند بعضی از این رسوبات می تواند در انسان آلرژی تنفسی ایجاد کند. این گزارش استفاده از مالچ های نفتی برای تپه های ماسه جنوب غربی ایران را توصیه نکرده است. اما آیا راه حلی که در غرب کشور جواب ندهد می تواند راه حل مناسبی برای شرق کشور باشد؟ آنایتا شمس، BBC. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا نه تنها جان صدها هزار نفر را گرفته، بلکه نان میلیون‌ها نفر را هم بریده. شیوع این ویروس که ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جهان زده، می‌تواند باعث بزرگترین شکاف اجتماعی و اقتصادی قرن شود. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به اینکه بحران کرونا چطور فصل تازه‌ای از نابرابری درآمدی در جهان باز کرده. کووید 19 بزرگترین ضربه دهه های اخیر را به اقتصاد زده. ضربه‌ای به مراتب مهلک‌تر از بحران مالی سال 2008 و شبیه به آنچه 90 سال پیش اتفاق افتاد. رکود تاریخی بعد از جنگ جهانی اول. عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی قرن پیش. آثار آن رکود بزرگ حتی تا شروع جنگ جهانی دوم در بعضی از کشورها باقی ماند.
صندوق بین‌المللی پول در ابتدای سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصادی جهان را 3% برآورد کرده بود. اما حالا میگوید اقتصاد جهان نه تنها رشد نخواهد کرد که کوچکتر از قبل هم خواهد شد. متوسط رشد اقتصاد جهان -3%، متوسط رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته -6% و متوسط رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه -1%. پشت این آمار اقتصادی حقایقی تلخ‌تر نهفته که یکی از آنها افزایش نابرابری درآمدی است. به عبارت دیگر فقیرتر شدن کم درآمدها. The twin health and economic crises present very difficult policy trade-offs. انتخاب بین سلامت و اقتصاد برای سیاستگزار انتخاب سختیه. دولت‌ها باید شیوع بیماری رو کنترل کنن و همزمان از آثار اقتصادی اون بکاهن. حفظ جان افراد و حفظ شغل اونها هر دو اهمیت داره. اگر نتایج شیوع جهانی بیماری‌ها در گذشته مبنای تحلیل قرار بگیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی بعد از بحران کرونا بیشترین آسیب را به بخش کم درآمد جوامع خواهد زد. آمار توزیع ثروت 5 سال بعد از شیوع بیماری‌های همه‌گیر مانند سارس، آنفولانزای خوکی، ابولا و زیکا نشان می‌دهد که میزان نابرابری درآمدی در این دوران افزایش یافته. بعد از این دست اپیدمی‌ها، دولت‌ها تلاش کردند که با سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات بر پردرآمدها به باز توزیع درآمد بپردازند. اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این اقدام هم نتیجه مطلوب را نداده. بنابر برآورد این نهاد بین‌المللی اقتصادی، به رغم اجرای سیاست باز توزیع درآمد، ضریب جینی در این کشورها که یکی از شاخص‌های بررسی توزیع ثروت است، طی 5 سال 1.5% بالا رفته. فعالیت‌های اقتصادی مگر اینکه تولید واکسن به جایی برسه به طور چشمگیری پایین خواهد موند و هیچ سیاست مالی در این شرایط نمیتونه به رشد و سرمایه گذاری کمک کنه. پیش‌بینی می‌شود که خیلی از دولت‌ها مانند دوران بعد از جنگ جهانی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقدام کنند تا با پیامدهای بحران ناشی از رکود مقابله کنند. سیاست‌هایی که کارایی آن خود محل اختلاف است. شیدا هوشمندی، BBC. هفته گذشته 972 سالگرد تولد عمر خیام، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و یکی از معروفترین چهره‌های ادبیات ایران در غرب بود. به دلیل شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، برنامه‌های بزرگداشت روز ملی خیام به مدت 2 روز در فضای مجازی برگزار شد. گفته شده که جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیشابور در باغ خیام و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد و حاضران به نمایندگی از همه مشتاقان خیام در سراسر جهان آرامگاه او را گلباران کردند. جزئیات بیشتر از فرج بالافکن. استاد علوم زمان خیش بود، بدانجا که همه چیزدان یا حجت الحق می‌خواندندش. اما راز ماندگاری خیام از پس قرون متمادی اطلاعی است که در شعر فارسی به رباعی بخشید. در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش، هر یک به زبان حال با من می‌گفت کو کوزه گرو، کوزه خرو، کوزه بروش. این همان نسخه خطی روایات اوست که قدمتش به 560 سال پیش باز می‌گردد. همان نسخه‌ای که 161 سال قبل ادوارد فیتزجرالد انگلیسی با الهام از آن رباعیاتی سرود که شهرت خود و خیام را عالمگیر کرد. Thank you.
آوازه رباعیات خیام در فرنگ به گوش صادق هدایت رسید که سالها بود در غربت رحل اقامت افکنده بود. در فارسی به رباعی ترانه هم گویند. از همین رو هدایت منتخبی از رباعیات خیام را 86 سال پیش در یک جلد با نام ترانه های خیام منتشر کرد. وقت سحر است خیز و اما دلبستگی یا همزاد پنداری هدایت به خیام از کجا ناشی می شد؟ خیام صدایی بود در قرن پنجم که شاید مشابه اون صدا رو ما از زکریای رازی شنیده. رباعیات خیام رو از این کنم. کتاب های فلسفیش نه، کتاب های علمیش نه. اگر اون خیام فیلسوف کنه باشه همان کسی باشد که اون اشعار رو سروده است، اونگاه خیام قاعدتاً باید یک کسی باشد که جهانبینی غیر دینی و غیر اسلامی دارد، یک نگاه متحیرانه‌ای به خلقت دارد، در زندگی آدمیان یک تکرار ملال‌آور بیهوده و بی‌حاصلی می‌بیند و همین‌ها هم بود که شاید به کام صادق هدایت شیرین می‌آمد. در چند دهه اخیر کار چندانی در موسیقی ایران بر روی رباعیات خیام انجام نشده و تنها چند اثر است که از احمد شاملو فرامرز پایور فریدون شهبازیان به جا مانده که صدای ماندگار محمد رضا شجریان حلقه وسط همه آنهاست. آقای شاملو جدا از ما در استودیو اونا رو دکلمه کرده بودن و اینها نوارش بود، بعد اینا میکس شد با هم دیگه. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. خوش باش دمی که زندگانی این است. فرج بالفکن، بی بی سی. خوش باش دمی که زندگانی. پیوندهای سیاسی میان ایران و روسیه به ویژه در سالهای اخیر به شدت مورد توجه بوده. جنبه فرهنگی و تاریخی این رابطه اما در سطح محدودی باقی مانده. یکی از این حوزه ها گنجینه هایی است که از هنر ایران در مراکز فرهنگی روسیه نگهداری می شود. یکی از این مراکز موزه دولتی هنرهای خاوری در قلب مسکو است. موزه‌ای که بزرگترین مجموعه از هنر ایران در پایتخت روسیه را در خود جای داده. پژمان اکبرزاده از این مجموعه بازدید کرده. ضعف روابط عمومی و کمبود اطلاعات به زبان انگلیسی بسیاری از مجموعه های هنری روسیه را ناشناخته نگه داشته. یکی از این مجموعه ها کلکسیونی است از هنر ایران در موزه دولتی هنر خاوری در مسکو. بزرگترین مجموعه هنر ایران در روسیه پس از کلکسیون موزه هرمیتاژ در سن پیترزبورگ. بیش از 1500 اثر از تمدن ایلام تا دوره قاجار که آخرین بار در سال 1975 مورد توجه قرار گرفت، زمانی که موزه یک کاتالوگ مصور و دو زبانه درباره آن منتشر کرد. پس از آن بخش ایران گسترش چندانی پیدا نکرد. خود موزه همین روزها علارغم گنجینه‌ای که در خود دارد پذیرای بازدید کنندگان اندکی است. مجموعه مربوط به ایران نخستین مجموعه‌ای بود که در این موزه شکل گرفت. در سال 1918 زمانی که موزه بنیان نهاده شد، کلکسیون بزرگ نکراسوف به موزه اهدا شد. چند سال بعد هم بخش ایران از کلکسیون شوکین به موزه اهدا شد. شهرت شوکین البته بیشتر از بابت کلکسیون نقاشی های اوست، ولی از ایران هم آثار زیادی در مجموعش وجود داشت. بخش اصلی گالری ایران از سوی ژنرال تاردوف به ما رسیده. او کنسول شوروی در اصفهان بود و در سال 1929 مجموعش رو به موزه ما اهدا کرد. موزه
به جز 3 مجموعه بزرگ اهدایی، تعدادی از افراد علاقمند در زمان شوروی و پس از آن آثاری از هنر ایران را به موزه هدیه کردند. شمارندکی نیز خریداری شدند. الهه باروری از شوش از جمله آثار منحصر به فرد بخش ایران است، اثری از هزاره دوم پیش از میلاد. همچنین برنزهای لرستان، سفالهای از سده 12 میلادی، مینیاتور و نسخه های خطی از سروده های نظامی، سعدی و جامی. در میان آثار اما موزه به ویژه به داشتن مجموعی از نقاشی های روی شیشه میبالد، آثاری که از هنرمندان دوره قاجار به یادگار مانده. این تنها مجموعه از هنر نقاشی قاجار روی شیشه است که در روسیه وجود داره. نمونه ها در وضعیت بسیار خوبی نگهداری شدن. حتی در موزه هرمیتاژ هم نظیر اونها دیده نمیشه. همه این آثار در مجموعه اهدایی ژنرال تاردوف بودند. برای خود ما هم پرسش بزرگه که این نمونه ها را از کجا به دست آورده، چون بسیار منحصر به فردند. موزه دولتی هنرهای خاوری در مسکو در تلاش است که در سال 2020 نمایشگاهی از مجموعه قاجار خودش رو به نمایش بگذاره، گامی برای شناسوندن مجموعه غنی این موزه از هنر ایران. پژمان اکبرزاده، مسکو. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.